هفته گذشته انتشار نامه‌ای از سوی رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت خطاب به وزیر بهداشت فضای منفی نسبت به تاثیر مثبت واکسیناسیون ایجاد کرد. در این نامه گزارشی از میزان بستری و فوتی‌های کرونا بعد از تزریق واکسن مطرح شده بود. طبق متن این نامه که صرفاً داده‌های خام از سوی این مرکز بود، اطلاعات میزان بستری و فوتی‌های کرونا پس از تزریق دوز اول و دوم و بستری و مرگ و میر ناشی از این بیماری دو هفته بعد از تزریق دوز دوم واکسن مطرح شده بود. کنار هم قرار دادن این داده‌ها منجر به این برداشت شد که واکسیناسیون در ایران تأثیر بسیار کمی در کاهش موارد ابتلا و مرگ و میر داشته است. طبق این گزارش، از 2,749,356 نفر جمعیت، 16,784 نفر دو هفته بعد از دریافت دوز دوم واکسن کرونا بستری شدند. در واقع طبق این بررسی از هر 100 نفر واکسینه شده کامل 0.6 نفر یعنی کمتر از 1 نفر بستری شده. طبق شاخص مرگ ناشی از کرونا دو هفته بعد از دریافت دوز دوم واکسن 2072 نفر فوت کردند که تست 1183 نفر مثبت، تست 542 نفر منفی و 347 نفر نامشخص است و از هر 1,000,000 نفر 753 نفر فوت شدند. در واقع در این بررسی ادعا شده که از هر 100 نفر حدود 0.7 نفر یعنی کمتر از 1 نفر پس از دریافت دو دوز واکسن فوت کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تا کنون 91210 نفر از افرادی که نوبت اول واکسن کووید 19 دریافت کردند با علائم مشکوک به کرونا به بیمارستان ها مراجعه کردند که از این بین 15324 نفر بستری موقت و 75886 نفر بستری عادی شدند. از بین افراد بستری شده نیز 8552 نفر فوت شدند که از این میان نتیجه تست کرونا 5098 نفر مثبت و 2156 نفر منفی بوده و در مورد 1298 نفر باقی مانده تست انجام نشده یا نتیجه آن ثبت نشده است. کنار هم قرار دادن این ارقام بدون مطالعات اپیدمیولوژیستی از سوی بسیاری از متخصصان این حوزه نقد شده است. افرادی مانند دکتر حمید سوری، مسئول کمیته کشوری واکنش سریع کرونا وزارت بهداشت، این گزارش را پر اشتباه خوانده و تاکید کرده است که مطالعه تحلیلی روی آن صورت نگرفته. شاید تنها نقطه مثبت گزارش این باشد که نشان داد در شرایط پیک کرونا با وجود واکسیناسیون ممکن است همچنان به کرونا مبتلا شویم، در بیمارستان بستری شویم یا فوت کنیم. موقعی که ما داریم درباره یک رابطه صحبت می‌کنیم در علم اپیدمیولوژی، ما نمیتونیم بر اساس یک دیتای خام که بر اساس یک توصیف هست بیان تحلیل بکنیم و اینجا صحبت بکنیم از اینکه آیا این شاخص توصیفی میتواند یک رابطه رو به ما بگه یا نه. اینم یک نکته عرض بکنم، گزارش اگر محرمانه به وزیر میرسید، وزیر میتونست اونو به کمیته علمی بده، کمیته علمی بررسی بکنه و همین نقدهایی که من دارم خدمت شما صحبت میکنم به این جریان داده شه. ولی این اومد به جمعیت عمومی و جمعیت عمومی شاید از لحاظ علمی نتونن قضاوت بکنن. برای اثبات یک رابطه شما باید مطالعه تعریف کنید که این مطالعه میتونه مطالعه کوهورت باشه، میتونه مطالعه کیس کنترل باشه. مطالعه توصیفی از نوع مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی هم میتواند، ولی این یافته ها که بتونه یک رابطه علی رو تعیین بکنه بین مرگ و واکسن زدن یا واکسن نزدن، به عبارتی آیا واکسن شانس ابتلا، شانس بستری، شانس فوت کردن رو کاهش میدهد یا افزایش میدهد، با یک دیتای توصیفی ما نمیتونیم تحلیل بکنیم و بررسی بکنیم. در این گزارش اصلا رابطه نداشتیم. چند تا نمودار و توصیف این که چه تعداد افراد واکسینه شدن، اومدن بستری شدن یا فوت شدن، ما اصلا در اینجا رابطه نداشت. ما برای رابطه باید شاخص گزارش بدیم. برای همین تحلیل داده اگر ما کسی رو داشته باشیم که در واقع یک گروهی داریم واکسینه شده، این رو مثلا در یک مطالعه تحلیلی باید با واکسینه نشده ها مقایسه کنیم و ببینیم که، و اون هم خیلی شرایط داره، باید مچ بشن. یک فرایندی هست که در واقع اون کیس ها و کنترل ها ما باید مچ بشه، شبیه هم بشه و بعد بیایم بسنجیم چه نسبتی از افراد واکسینه شده بستری یا فوت کردن در مقایسه با کسایی که واکسن نگرفتن و این شاخص مرگ و بستری چطوری هست. یا نوع دیگه، به عبارتی در یک روش دیگه ما میتونیم بیایم بررسی بکنیم دو گروهی که واکسن، اینا اگر واکسن گرفتن یعنی بیفور افتر،
قبل از اینکه اگر واکسن نمیگرفتن چقدر میمردن نسبت به اینکه واکسن گرفتن و حالا این عدد هست. اینها مقایسه است. نکته بسیار مهم، ما در رابطه در علم اپیدمیولوژی و آمار زیستی معمولا میایم موارد مخدوشگر رو کنترل میکنیم. به عبارتی اگر ما در این مسئله فقط سن رو نگاه کردیم، ما باید جنس رو نگاه بکنیم، بیماری زمینه‌ای داشتن یا نداشتن رو نگاه بکنیم، نوع واکسنی که افراد دریافت کردن نگاه بکنیم و ما بیایم اونجا یک شاخص ادجاستد یا تطبیق یافته از نظر اپیدمیولوژی و علم آمار زیستی گزارش بدیم. یکی از نقدهای وارد شده به این گزارش این است که تاریخ شروع ثبت اطلاعات و خاتمه واکسیناسیون در نمونه ها مشخص نیست و تعداد دوزهای تزریقی کلی هم نامشخص است. همچنین توزیع داده ها تنها بر اساس سن است و استان ها و گروه های مختلف جمعیتی در آن ذکر نشده. ببینید، ما یک شاخصی داریم در علم اپیدمیولوژی بهش میگیم شاخصهای تطبیق یافته یا مثلا شاخصهای استاندارد سازی. ما میگیم مثلا وقتی میخوایم میزان مرگ رو توضیح بدیم میگیم استاندارد مورتالیتی ریت، یعنی میزان مرگ استاندارد شده. به عبارتی وقتی ما میخوایم مثلا در شهر تهران با کرج مقایسه بکنیم یک شاخص مرگ و آیا به دلیل کرونا این دو تا شهر با هم تفاوت دارن یا نه، باید پایه‌شون یکسان باشه. پایه یکسان یعنی چی؟ یعنی ما بدانیم میزان مرگ در رده‌های مختلف سنی متفاوت هست یا خیر و این تفاوت‌ها رو تطبیق بدیم. ببینید، ما وقتی بیایم با معادل جهانی مقایسه می‌کنیم باید چند تا شاخص که بتونیم یک شاخص استاندارد شده رو گزارش بدیم و داشته باشیم، اون وقت قضاوت بکنیم. یک، مقایسه ما با کشورهایی که درصد پوشش واکسیناسیونشون مشابه هم باشه. دو، سرعت واکسیناسیون ما. سه، آیا گروه‌های سنی که در اون کشور واکسینه میشن با کشور ما یکسان هست؟ چهار، اینکه گروه‌های سنی، یعنی اون مثلا دارم میگم آیا کشور ما درگیر پیک هست؟ آیا اون کشورها درگیر پیک هستن؟ ما همه اینها رو باید استاندارد بکنیم در بحث‌های تحلیلیمون، بعد بیایم مقایسه بکنیم. وقتی کشور ما مثلا در سرعت واکسیناسیون پایین‌تر از سایر کشورهاست، مقایسه ما خیلی اشتباس اینجا. وقتی کشور ما درگیر پیک کرونا هست، طبیعتاً تعداد مبتلایان، فوتیا و بستری‌ها زیاد هست. در کشور ما که پوشش واکسیناسیون نسبت به سایر کشورها متفاوت و حتی کمتر هست، باز هم شرایط فرق می‌کنه. در جامعه‌ای که مثلا اولویت واکسیناسیونش افراد فعال جامعه بودن و الان تونسته هم افراد فعال رو واکسینه بکنه و هم افراد مسن رو، با جامعه ما که نسبت افراد واکسینه شده بالای 60 سال هستن و افراد مسن هستن که افراد مسن معمولا بیماری زمینه هم بیشتر دارن، اصلا اینها به دلیل ایجینگ یا افزایش سن فوت میکنن، این مقایسه ها اشتباه. در این گزارش ادعا شده است که نرخ مرگ و میر در واکسینه شده های ایرانی 75 برابر کشورهای دیگر است. آیا این ادعا صحیح است؟ چند تا نکته رو مردم باید در تحلیل همیشه حواسشون باشه. یک، گزارشات منتشر شده تا زمان اینکه کارکنان، ببین برای چی میگن مقاله یک واکسن باید چاپ بشه؟ چون جامعه پزشکی، جامعه متخصص اون حوزه بیان نقد بکنن و ببینن درست هست یا غلط. این گزارش به هر حال در جامعه پخش شده و متخصصین مختلف گزارش دادن، اما گفتم نکته مثبت این گزارش اینه که آقایی که واکسن میزنی تا زمان پوشش 70 تا 80 درصدی جامعه تامین نشه، هنوز هم ممکنه تو بستری بشی، تو فوت بکنی، تو مبتلا بشی. اما واکسن ها در سطح فردی باعث کاهش ریسک ابتلا، بستری و فوت میشه. نکته دوم، ما با دیدن یک فوت، 10 فوت در اطرافمون نمیتونیم به تحلیل برسیم. ما باید در سطح جامعه نگاه بکنیم. ببینید، یک مسیری هست 3 تا سنگ میخوری، یک مسیری هست 12 تا سنگ میخوری. عقل سلیم میگه از مسیری برو که 3 تا سنگ میخوری. چون واکسن، این حالا بیاریم در بحث واکسن، واکسن باعث میشود که شما شانس ابتلا، شانس بستری و شانس فوت رو به صورت کل در جامعه کم ببینید. در نتیجه قضاوت اینطوری نیست که شما با دیدن 2-3 نفر به تحلیل نیست. نکته بعدی، واکسن ها خوبن، واکسن ها اثر بخش هستن، اما باید مطالعات انجام میشه و من همینجا اعلام میکنم ما خودمون در نظام پزشکی مطالبمون اینه که دیتاهای کافی در اختیار محققین قرار میگیره، ارتباط های علیتی که براتون توضیح دادن تعیین بشه و بعد به مردم ارائه بشه.